با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. روز چهارشنبه است، 21 از ماه می. در روزهای چهارشنبه یک ساعت خدمتتون هستم و سخن ما بر محور کتاب عظیم و شأن شاهنامه فردوسی است. امروز هم بخشی از اون خواهم خواند و پیش از این مطلب بعد شما میرسانم که دعوت تلویزیون اندیشه چند جلسه ای ما روزهای پنجشنبه فکر کنم ساعت 7:30 شب باشه، میهمان آقای فروزنده هستیم در باب مطالب عرض کنم که پیدایش آخوند و آخوندیسم در ایران صحبت خواهیم کرد. این مطلب بود خواستم که شما هم بدانید، احیانا اگر وقتی هست ببینید، برنامه رو ببینید. مطلبی که میخوام خدمتون عرض کنم پیش از پرداختن به این جنگ بزرگ، این یکی از پرشورترین بخشای شاهنامه هست، کشته شدن بهرام پسر گودرز و گودرزیان، این هست که وقتی ما سفر میکنیم معمولا معیارها معیار طولی است. مثلا میگوییم که 3000 کیلومتر یا 6000 مایل ما سفر کردیم. معیار زمانی رو ما معمولا به کار نمیبریم. یعنی فرض فرمایید که ما در ده دربید هستیم، در یک جایی در ایران، در اونجا یک دهی است، عرض می شود که 300-400 نفر جمعیت اونجا زندگی میکنن و تعدادی الاغ و گاو و سگ و همون چیزهایی که لازمه زندگی در ده هست اونجا هست. مردمی هستن در اونجا با یک سنت قدیم اونجا زندگی میکنن. بحث ها هم بحث های خیلی پیش پا افتاده است، یعنی بحث های مهم جهانی و عرض میکنم مباحث روشن فکری و اینها معمولا در میان نیست. که دو مسجد معمولا در این دهات هست، حالا بعضی صف هم نداره، جمع میشن کنار آفتاب اونجا. حرف هایی که زده میشه در باب همون وقایعی است که در ده میگذرد. مثلا فرض فرمایید که یه رو میبینید اونجا شلوغ شده و صحبت هست و گپ و اینها، چه خبر است؟ میگویند که خر مش حسین رفته است تو یونجه حاج علی. حاج علی آمده دیده که این خره اونجا یونجا رو خورده، چاقوش رو از جیبش در میاده و دوم خره مشحسین رو بریده. حالا این رفته ژاندارمری شکایت کرده، حاج علی رو انداختن به زندان که دوم خره اینه بریدی. آقا چرا دوم خره اینه بریدی؟ گفت آقا اینجا سنته، در این ده ما یه قانونی داریم که کت خدا یحیی 100 سال پیش گذاشته که اگر یک مالک زمینی آمد و دید در یک الاغی در یونجش داره یونجش رو میخوره، این حق داره که چاقوش در بیاره و دم خره ببره. اینا قوانین اسلامه. حالا عرض میکنم خدمتتون، ژاندارما گفتن آقا این چه حماقتی است، تو بی خود کردی دم خره بابا رو بریدی، قانون عوض شده، آقا روزگار عوض شده، فلانی حرفا. خلاصه ما وقتی که میایم از این ده دربید با اون فضا، که البته من آرزو میکردم که در دربید بودم و در آمریکا نبودم، یک ساعت زندگی در دربید و بین هموطنان بودن و همین سخن رو شنیدن رو بنده عوض نمیکنم با کل مغرب زمین. حالا به هر صورت این چیز ماست. حالا نمیدونم شما چی فکر کنید. فرض میکنیم که ما از دربید سوار الاغ میشویم، میایم تا نزدیکی های شهر، اونجا هم بالاخره یک اتوبوسی چیزی هست و ما رو بالاخره میرساند به تهران. سوار هواپیمای جمبو جت 747 میشویم، چند ساعت بعد در پاریس ما به زمین میاییم. خیلی خوب میبینیم عجب شهریست پاریس، آقا این اصلا هیچ مناسبتی با دربید نداره. ولی در یک زمان در این گیتی دربید هست، پاریس هم هست. میگویند چه میزان راه آمدی؟ میگویند مثلا 5000 مایل بوده یا 3000 کیلومتر بوده یا هرچه بوده اینها. ولی از لحاظ زمانی که فکر میکنیم چند هزار سال ما زمان را عقب زدیم. این چیزیست که بهش توجه نداریم.
یعنی اون چی در در بید میگذشته در 2500 سال پیش یا 3000 سال پیش هنوز تغییری نکرده، از یک زمان کهن به یک زمان قدیم ما خود رو با وسایل جدید در فاصله چند ساعت انداخته ایم به زمان جدید، یعنی زمان رو شکافتیم، در واقع آمدیم جلو. حالا چند هزار سال دیگر بگذرد تا در بید به لحاظ مناسبات انسانیش و روشنفکریش و قانونمندیش و مدنیتش برسد به پاریس، اون رو بنده نمیدونم چند هزار سال، اما ما چند هزار سال راه آمدیم، ضمن که چند هزار کیلومتر راه آمدیم، چند هزار سال ما راه آمده ایم تا از اون مناسباتی که عرض کردم خدمتتون رسیدیم به یک شهری که میگن عروس شهرهای جهان هست. پاریس پایتخت کشور پیشرفته و دموکراتیک فرانسه با اون مناسبات انسانی و اون روابط و با اون قانون و اون سابقه و اون روشنفکران و اون شعرا و اون عرض کنم که شخصیت‌های بزرگی که اونجا تولید کرده، باری ما زمان رو شکسته ایم در واقع، چون نیک بنگریم. انسان نگاش همواره به افق‌های جدیده، میل به پیشرفت و در واقع سعادت رو در انسان به طور جبلی گویا طبیعت گذاشته. انسان میخواد، انسان دوستدار تغییر هست، دوستدار کشف هست، همواره نگاهش به افق‌های تازه هست برای کشف‌های جدید، برای بهتر شدن زندگی، برای ترقی و کشف رموز و پیچیدگی این عالم. اینها چیزهایی بوده است که در واقع انسان اروپایی قریب 500 سال پیش نیازش رو حس کرده. تا پیش از آن وضعیت لندن از دربید هم بدتر بوده، تا زمانی که دست اهل دین بوده. این دین یک سیاهکاری است، این دین در واقع نه تنها خدمتی به بشر نکرده، هزاران هزار آدمهای بیگناه رو جانشون رو گرفته، جلو سعادت و ترقی انسان سد شده است. این دین عزیز هیچ کشفی، هیچ کمکی به تاریخ انسان نکرده است و در واقع مقصود و منظورش هم نبوده این چیزا. مقصود و منظورش این بوده است که در نبود دولت ها و در نبود در واقع حاکمیت قانون، ما این مردم رو از یک امر موهومه، موهوم یعنی در موهوم، یعنی در وهم پیدا شده، در حقیقت خدای موهوم، جهنم موهوم، بهشت موهوم، ما اینها رو در واقع به ذوق بهشت تحریک کنیم، از جهنم بترسانیم و از خدای موهوم، شاید که یک پایگاه اخلاقی در جامعه به وجود بیاوریم. دیگه نهایت کار در بهترین شکل و فرم همین هست. حالا بگذاریم اگر در یک آینی قتل و کشتار هم بود، گرفتن اموال هم بود، تجاوز هم بود، که اون دیگه مطلب دیگری است، اما به طور کل حداقل 2000 تا 2500 سال جلو مدنیت انسان رو گرفته است این دین، و اون چه کشته شده است و جانهایی که از دست رفته، اینها در واقع بیدین ها بودن که اهل دین اونها رو کشتن. هیچ بیدینی تا حالا دینی رو نکشته، یعنی در واقع، خب این عبارت غلطه من عرض میکنم، ولی کلن جبهه بیدینی به دینی ها کاری نداشته، اما این دینی ها بودن که شمشیر برکشیدن که یا شما مثل ما میشوید یا ما نمیذاریم شما زندگی بکنید. حالا این داستانه عرض کنم که دوم اولاغ مش حسین رو خدمتتون عرض کردم که کت خدا یحیی 150 سال پیش گذاشته، بعد ژاندارمه گفته آقا تو بی خود کردی، این یه چیز قدیمی سنت این ده مملکت داره قانون و دادگستری شده، شما بی خود کردی چنین کاری کردی، حاج علی انداخته به زندان.
حالا در قیاس شما نگاه کنید، صبح زود در یک زندانی یک جوانی 20 ساله 25 ساله میان آقا بلند شو چیکار داری با ما؟ شما زدی انگشت چپ نم دست کیو نم چیکار کردی یا یه پرتغالی دزدیدی فلان ببرند و این اره برقی یا قیچی برقی انگشتای بیچاره رو قطع بکنن. این هزار بار توحشش، بار توحشش قدیستر و ذهنی که این دستور رو ساخته و آورده خبیستر از اون ذهنیت اون کت خدا یحیاس که گفته است این دوم اولاقی اونجر خود ببرید. یا این که یک کسی رو به قتل رسانده، آوردن محکوم به اعدام کردن، حالا تناب دارم به گردنش انداختن. فاطمه خانم مادر مقتول ایستاده اونجا التباسش میکنن که جانی در دستش را تو صاحب دمی، شما میتوانی که این تناب رو بردار، آقا رو بفرستی منزل، قاتل بفرستی منزل. اینها قوانین در واقع روزگار توحش هست بین آدمهایی که مدنیت نداشتن. هزار بار از این ده دربید که من مثال آوردم خدمتتون عقبتر بودن اونا. اینم شد قانون که یک کسی برود با قصد مجرمانه تهیه مقدمات بکند، برود جانی یک جوانی رو بگیره، زندگیش رو بعد اختیارش با 50 تومن نمیدونم 100 هزار تومن بره دست سغرا سلطان خانم که بیاد تناب رو برداره و آقا رو برخص کنه بفرسته منزل. اینا حاصل در واقع جامعه نیمه وحشی قبیلگی است، چون قبایل به صورت یک واحدهای مستقل بودن، مثل یک واحد، مثل یک تیم بسکتبال فرض کنیم، یک تیم فوتبال نسبتاشون همه با هم قوم خویش. آزار دیدن یک فرد قبیله اونچنان بوده است که کل قبیله. بنابراین اگر کسی می آمد و شطور یک قبیله رو می زد فرض کنید که می کشت، یا یک کسی رو از قبیله می آزرد، تمام این قبیله به حرکت در می آمد و ممکن بود جنگ و نفاقی که در می گیرد بین این قبیله و اون قبیله که یک شخصی از آن آمده است و یک زیانی وارد کرده است به این قبیله، ممکن بود چند قرن ادامه پیدا کنه. بنابراین چاره کار چیست؟ چاره کار این است که آقا اگر یک کسی از این قبیله آمد و یک زن رو نفر این قبیله رو کشت، شما چیکار بکنید؟ شما این رو جانش بدید در اختیار اونا که اونا بکشن، همونجا جنگ تمام بشه. اینا برای خودش داستانها داشته، منتها مربوط است به روزگار توحش و این در واقع اون خصلت بیابانی و خصلت انتقام جویی که در ذهنیت هر آدم قبیله متاسفانه هست. اینها رو گفتن قوانین رو خداوند تبارک و تعالی. اینقدر این خدا عقب مونده و خبیث و خشن هست که غیر قابل تحمله، حرفاش و قوانینش غیر قابل تحمله. آقا غیر قابل تحمله. این تصویری که از این موجود دادن گفتن این خداست، این از شیطان هزار برابر خبیثتره. آقا یه خدای جدید باید پیدا کنیم، یه خدای مهربان باید پیدا بکنیم، یک خدایی که اهل بخشش است و مهربانی است و بزرگواری است، نه خدایی که این چاپلوسیش کنی دلا و راست بشی براش که بشت وعده حوری بده. یه چیزی هم این آقا باید مجانی بده، بگه این بنده من، این بنده گناه کرده، من میبخشمش، یه چیزی هم بهش میدم، چون بنده خطا میکنه. این کارا رو نمیکنه، مرتکب معاصی کبیره شده است. همون داستانی است که میدونید پوستش رو بکنه و نمیدونم بسوزاند و اینا. و این قوانین
یادگار چنین ذهنیتی است منتسب به این خدای موهوم و واقعا باعث شرمساری و خجالت یک ملت بزرگ شده است. این قوانین، اجرای این قوانین حیثیت و شرافت ما رو در دنیا برده، آبروی ما رو در جهان برده است. آقا خانم، یک خانمی رو میبینید تا کمر کردن به زیر خاک، بعد یک عده هموطنان جاهل، جاهل یعنی به جهل سیاه گرفتار و گمراه، اینها با دستهای پر سنگ محاصره میکنن این بیچاره رو، به سنگ میزنن سر مغزش متلاشی میکنند. اینها که چی شده، چه خبر شده؟ این خانم خواسته با یه آقای دوستی داشته باشه، رابطه داشته باشه، به شما چه ربطی داره؟ اگه این کار گناه هست که همون الله پوسکن بایستی که به حسابش برسه. اگه قرار او الله به حسابش برسه، شما جهال چه میخواهید از جان او؟ چند بار بایستی که این مکافات پس بده بابت بدنی که از خود او بوده و اختیارش رو داشته که هر کاری میخواد انجام بده. این ننگین ترین دوره این تاریخ این مملکت هست. من میخوام ببینید، شما عرض کنم که ببینید که این ملایان و این آخوندها چه میزان عقب افتاده هستن و چه میزان خبیث هستن و چه میزان اینها دروغگو و جنایتکار هستن. چهار تا آدم روشن آمدن در این مملکت در عهد قاجارها، همین کسافتکاری ها بود دیگه. تقریبا که عرض میکنم یعنی قوانین 100% اجرا نمیشد. آمدن یه دادگستری جدیدی آقا نگاه کردن به حیثیت انسانی آدم های بزرگ و بزرگواری مثل مرحوم داور. اینها آمدن دادگستری جدید، یک احترامی دارن انسان. آقا قاتل هم داره یک احترام و یک حقوقی است. اگر قانون حاکم است دیگه بنده حق ندارم سیلی بزنم به قاتل، یا نمیدونم چوب بزنم و شلاق بزنم و از این کارها. خدا را سپاس که همه قوانینش قابل اجرا نبوده، یعنی نتوانستن اینا سیستم دادگستری رو که در ایران در زمان رضا شاه برپا شد و بهترین کاری که در اون دوره شده است همین سیستم دادگستری مدرن بوده است. یه آدمای بزرگی، وطن دوستی و دلسوزی مثل مرحوم علامه کسروی و داور و صدها نفر دیگه کار کرده بودن، جارو کرده بودن این آخوندهای منحوس رو از این ادارات بیرون انداخته بودن و به جاش قوانین مدنی جدید آورده بودن. هر شبت که اینها رو نتوانستن یک سره لغو بکنن. قسامه دیگه چه چیزیست که 100 نفر بایستی بیان قسم بخورن که تلاهه من دیدم که حسن زد تو گوشه حسین. خب حالا از کجا 100 نفر آدم بیاریم؟ پیدا نمی کنیم 100 نفر شارده. گفتم بکنیش 50 نفر. 50 نفر کجا بیاریم؟ گفتم نه قابلش کنیم، 1 نفر کافیه. حالا این قوانین الله این چنان هم محترم نیست، خود آخونده گفتن 1 نفر میاد میسته جلوی قاضی. این سخن رو یک قاضی محترم برای من تعریف در شیراز، آقای بهرانی عزیزم که شاید داره به این برنامه نگاه میکنه. سالهای دراز ایشون ترس کنم که در دادگستری کار میکرده، در موضع بازپرس و ترس کنم که موازه دیگر. میاد یه آقای که به عمرش راست نگفته میسته، والله بالله تلاهه من دیدم حسن زد تو گوشه حسین. بعد از این در میره بیرون، از میره بیرون دور میزنه، از اون در دادگاه وارد میشه. چه دادگاهی؟ بی دادگاه. والله بالله 50 بار سرنوشت انسان ها به دست یک همچین قوانینی افتاده در مملکت ما.
یعنی خجالت میکشن اون جوامع اسلامی که اندکی به مدنیت رسیدن، مثل ترکیه و اینها، که اصلا حاضر نیستن از کنار اینها ردشن، که بگن ما یه دینی داریم که این قوانینشه، قصاص، شلاق، قطع دست و پا. حالا شما سخن میگید آقا با دین مردم چی کار نبایدش؟ آقا برو دکانت جمع کن مرد حسابی، راجع به چه چیز داری صحبت میکنی؟ اگر ما نتوانیم این رو نقد بکنیم و این نقاط ضعف و این در واقع حرف و سخن هراس انگیز هولناکی که حاصل تبحش بوده است، اینها رو ما نیاییم بگوییم به مردم و مردم بزرگوار مملکت ما چشمشان باز نشود به این قضایا، که قرار است تو دین را از سیاست جدا بکنی؟ یه ماشین برای بچه هستن، یه ماش ورشکستگان سیاسی هن اینا واقعا، یعنی 50 سال کار سیاسی کردن، دو نفر توجه دو تا ایرانی رو نتوانستن جمع بکنن، من نسخه نویسی میکنم. ما بایستی سرچشمه مشروعیت حکومت آخوندی رو با نقد استدلالی و مستندات آثار خودشان این مشروعیت رو سلب کنیم، بگیریم و در مغز ما مثل سیمان که می‌ریزیم محکم شود که اینا حق به حکومت ندارن. اصلا قوانین اینها به درد وحشی‌های نمی‌دونم بیابان‌های آفریقا و جنگلی‌های برزیل هم نمی‌خورن. و این چیزها رو خدا نگفته، خدا که آخه احمق نمی‌شه که. این حرف ها یک سر دروغ و جعل هست. یک زمانی شاید به درد آدم های بیابانی میخورد است. نه جامعه جدید، مدرن، آن هم یک جامعه مثل جامعه ایران با اون فرهنگ لطیف دقیق انسانی که نظیرش در هیچ مملکتی نیست. من با زرس قاطع خدمتون عرض میکنم. تا بارا عرض کردم هزاران پیغمبر اولوالعزم بایستی بیان پیش متفکران ایران و بزرگان این مملکت و این انسانهای بی نظیر بنشینند و اخلاق و انسانیت بیاموزند، در خدمت عطار، در خدمت مولانا جلال الدین، در خدمت شیخ شبستری و بایزید بسطامی و شیخ اجل سعدی. این پیغمبره بایستی بیشن درس انسانیت به بیاموزند. و حافظ، ما نیازمند اینها نیستیم هموطن. ما غنی‌تر از آنی هستیم که دست گدایی دراز کنیم در مقابل این آدم‌های بیابانی و این سادات گدا، خمس زکات خور. مدت هاست که من در نظر داشتم که این مکنونات قلبی ما نسبت به این بانوی بزرگ خانم سیما بینا خدمت شما ابراز کنم، که اگر فرصت نیافتیم امروز خواهش کردم امیر عزیزی آهنگی از این بانوی بزرگ و محترم و هنرمند واقعی که هر سلول از وجود این بانوی زیبای خوش صدای فرهنگی از هنر ساخته شده تعریفی بکنیم، که در واقع امروز میسر شد. سالهای متمادی قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، که همچنان این بانوی هنرمند به کاری که در واقع پیداست درش هیچ گونه ریا نیست و برای کسب و کار نیست، و شما وقتی به چهره نازنین این هموطن گرامی نگاه میکنید میبینید که در وجود زیجود او هنر است که موج میزند. این است که همچنان ادامه داده است بعد از چندین دهه، با صدای خوب آهنگهای محلی رو ایشون برکشید. چند تن بودن که در بین بانوان ایشون بود، در بین آقایان عبدالبهاب شهیدی و چند تن دیگر،
ترانه های زیبای ایرانی. ولی بسیار سپاسگزارم امیر جان از آهنگ خوبی که پخش کردید. خب اجازه بدید در جهنم رو ببندیم. بله البته با وجود سیما بهش شد، اما در جهنم تعلیمات اسلامی رو ببندیم. ببینید هموطنان، ما با دین و آیین کاری نداریم. کشور بایستی آزاد باشد، مردمان بایستی در انتخاب دین و در انتخاب کار سیاسی و در انتخاب محل اقامت و در واقع اقدام به تشکیلات حزبی و عقیدتی آزاد باشند، و وظیفه دولت آن است که از این آزادی ها دفاع کند. و دولت اون نیست که یه عده رو سرکوب بکند، اموال ملت رو بدزدد و بگوید اون چه من میگویم حقیقت مطلق است، اون چه دیگران میگویند بغی و عناد است و زلال است و این حرفا. این است که اینها رو ما باید از هم جدا بکنیم، اینها رو به هم جدا بکنیم. به ما اتهام نزنید لطفا. ما تا زمانی که ببینید می توانند یک عده موشپرست باشن، درود بر موشپرستان، دلشون میخواد موشپرست باشن، اشکالی نداره. اما اگر موشپرستان یک شب کودتا کردن و کشور رو گرفتن و گفتن هر کس موشپرست نیست ما جان اون رو میگیریم، اموالش رو مصادره میکنیم و چنین و چنان میکنیم، و موشپرستی بهترین ادیان جامعه ترین است، از آسمان آمده است و فلان است و اینا، ما بایستی اون موقع دیگه ما نباید ساکت باشیم. این دیگه حمله به عقیده کسی نیست، این دفاع از حیثیت شهروندان ایرانی است، این حیثیت کشور و حیثیت ملت ایجاب میکند بابا اینا مبارزه بکنیم. اینها سابقه سیاهی دارن، پرونده سیاهی دارن، اینها این دین فروشان جنایتکارانند و سیاه‌اندیشانند، عبوس، سیاه‌اندیشان عبوس که زهد عبوس اینها و به قول حافظ به طور مغلوب فرمود عبوس زهد به بچه خمار ننشینند. جهان رو دزدیدند و هنوز سیر نشدند. اینها حلمن مزید میزنند. ما یک مرد بزرگ داریم در عصر جدید به نام قائم مقام فراهانی. قائم مقام فراهانی آخوندشناس بزرگی است در اون عصر، عصر محمدشاه قاجار. منشآت قائم مقام در اون دوره نوشته شده است. میگوید گوده ملا لوده خداست. قبلا عرض کردم این رو، گوده یعنی شکم و معده، لوده دو تا ظرف چوبی است میذارن روی اولاغ، مقدار زیادی انگور میگیره. گوده ملا لوده خداست. میگوید هر چه به او بدهی حلمن مزید میزند. یعنی آیا کسی هست به من بیشتر بده؟ سیری نداره طمع آخوند و ملا با اون ذهنیت گدایی که این داشته یک عمر. گوده ملا لوده خداست. خب اجازه بدید برویم به باغ بهشت. این مباحث مربوط به این اسلام عزیز و قوانینش و حرفای آخوندها و کتاب حل المسائل اینا رو آدم میخونه، آدم احساس نکبت میکنه، احساس حقارت میکنه، احساس کوچک شدن و تحقیر شدن میکنه. به محض اینکه کتاب شاهنامه رو ما باز میکنیم چنان است که گویی یک آدم دیگری شدیم، قد ما بلندتر شد، بازوهای ما نیرومندتر، اندیشه ما عمیق‌تر و دور پروازتر. اون چنان است که ما رو به آسمان‌ها به تماشای ستارگان میبرد. این چنین احساسی است، احساس در واقع که به انسان دست می‌دهد و وجود انسان رو در خود فرو می‌برد. کلمات فردوسی، این حکیم بزرگ،
و بی نظیر. اینجا جنگ فریبرز هست، یکی از پرشورترین بخش‌های حماسه‌های جهان هست به گمان من. اینجا داستان نام و ننگ هست، قصه نام و ننگ، بمیری به نام و نمانی به ننگ. اینجا فریبرز کابوس گریخته، پرچم رو هم برده. این عناصری که فردوسی مطرح میکنه در واقع وطن دوستی رو به بهترین وجه و انسانی ترین نوع و عالی ترین شکل هنریش بدونی که شعار بدهد، در جریان خون ایرانی وارد میکنه. در اینجا موضوع پرچم هست، موضوع غیرت هست، نگهداشت وطن هست، ایثار هست، بی‌ارزش بودن جان هست در میدان جنگ برای حفظ حیثیت ایرانی و ایران زمین. و گودرزیان در واقع پاسبانان شرافت ها هستن. بعد از فرار فریبرز، گودرز و اندیشه فرار بر اسب می نشینند. براتون میخونم از کتاب. فرمود: انان کرد پیچان به راه گریز، یعنی گودرز. حالا شگفتی اینجاست که در اینجا گیو به گودرز نصیحت میکنه و این خیلی عجیب هست، به جهت اینکه گودرز است که خرد سپاه هست و گیو پسر گودرز هست. اینجا از معدود جاهاییست که پسر به پدر نصیحت کرده، چون پدر داشت راه اشتباه میرفت، میخواست فرار کن. هنون کرد پیچان، البته مهر پدری، این مهر پدری نسبت به فرزندانش که تنها موندن در میدان جنگ از ترس اینکه فرزندانش را از دست نده. گودرز پشت سپاه هست، خرد سپاه هست، ترسو نیست، اهل فرار نیست، اما فقط بچه های او موندن میدن، بقیه گریختن. انان کرد پیچان به راه گریز، برآمد ز گودرزیان رستخیز. بدو گفت گیوی سپهدار پیر، گیو پسر گودرز. بدو گفت گیوی سپهدار پیر، بسی دیده ای زخم کوپال و پیر. اگر تو ز پیران بخواهی گریخت، بباید به سر بر مرا خاک ریخت. پیران سپهسالار سپاه دشمن است، فرمانده لشکر افراسیاب است. میگوید اگر مردی چون تو که بسی دیده ای زخم کوپال و تیر، اگر تو بخواهی از مقابل پیران بگریزی، اونجاست که من بایستی خاک بر سر کنم. اگر تو ز پیران بخواهی گریخ، بس باید به سر بر مرا خاک ریخ. تو هستی و هفتاد جنگی پسر، ز دوده بسی پیل و شیران نر. به خنجر دل دشمنان بشکنی، وگر کوه باشد زبون برکنیم. چگوده و اونجا میگوید که زدانا تو نشنیدی از این داستان، که برگوید از گفته باستان، که گردو برادر نهد پشت پشت، تن کوه را خاک ماند به مشت. تو هستی و هفتاد جنگی پسر، زدوده بسی پیل و شیران نر. به خنجر دل دشمنان بشکنیم، وگر کوه باشد زبون برکنیم. اینجا گودرز گوش میکنه، خوب گوش میکنه ببینه استدلال گیو چگونه است. بعد استاد طوسی میگوید: چو گودرز بشنید آوای گیو، بدید اون سر و ترگ خیشان نید، پشیمان شد از دانش و رای خیش، بیفشرد بر جایگه های خیلیش. گرازه برون آمد و گستهم. اینا همه نام های پهلوانان هست. هوا برته و گیو و
عبابر غرازه و مستمن عبابرته و گیب و زنگه به هم زنگه زنگه شاوران از پهلوانان معروف شاهنامه است. عبابرته و گیب و زنگه به هم یعنی همه به اتفاق بخوردند سوگند های گران که پیمان شکستن نبودند در آن. که از این رزمگه بر نتابیم روی گر از گرز خون اندر آید به جوی. همه یک سر پشت آوریم مگر نام رفته به مشت آوریم. پس اون جایگه پای بفشاردند بر از من درون گرز بگذاردند. کسی فرار نکرد. بعد از صحبت گیل سوگندهای گران خوردن که کسی از میدان نگریزد و جنگ را پای فشردند. ز دشمن بسی نامور کشته شد زمانه همه بر بدی گشته شد. به بیژن چنین گفت گودرز پیر کزیدر برو تیز با گرز و تیر. به سوگ فریبوز برکش انان به پیش منا رختر کاویان. سپاه بدون اختر کاویان میسر نیست. باستی تورانیان بدانند که ما بر جای هستیم و بر پای هستیم و جنگ زیر پرچم مقدس ایران ادامه دارد. اما پرچم رو فریبرز گرفته است و گریخته است به کوه. بیژن مأمور گرفتن پرچم کاویان شد و بازگرداندنش و بیژن رفته برای گرفتن پرچم. وگر خود فریبرز با اون درفش بیاید کند روی گیتی بنفش. کنایه از این است که جهان رو رنگین خواهد کرد، خوشحال خواهیم شد، بسیار باعث در واقع خوبی و خوشی است اگر خود فریبرز بیاد و با پرچم به دستش. چو بشنید بیژن برانگیخت اسب بیامد به کردار آذرگشسپ. به نزد فریبرز و با او بگفت که ایدر چه مانی همی در نهفت. بیژن تنها فاصله رو طی کرد، گفت پیرا پنهان شدیم مومن. بله که ایدر چه مانی همی در نهفت. قایم شدی تا که قرار قایم باشی؟ پرچم هم که آوردی. انان را چو گردان یکی برگرای بر این گونه سر زین فزونتر مپای. وگر تو نیایی به من ده درفش سواران و این تیغهای بنفش. خودت هم اگه نمیایی پرچم به من بده و این سوارانی که گریختی با خودت آوردی برای ایران جنگ کنیم. اگر تو نیایی به من ده درفش سواران و این تیغهای بنفش. چو بیژن سخن با فریبرز گفت نکرد او خرد با دل خویش جفت. یکی بانگ برزد به بیژن که رو تو در کار تندی و در جنگ نو. خب میدیم این شاهزاده بود، معمولا این شاهزاده کبر و غرور و عنادی داشتن و دیگران رو خیلی به جد نمی گرفتن. برو دنبال کارت، تو کی هستی که من پرچم به تو بدم؟ یکی بانگ برزد به بیژن که رو تو در کار تندی و در جنگ نو. مرا شاه داد این درفش و سپاه همون پهلوانی و تخت و کلاه. درفش از در بیژن گیو نیست نه در جهان سر به سر نیو نیست. یکی تیغ بگرفت بیژن بنفش بزد ناگهان بر میان درفش. به دو نیمه کرد اختر کاویان یکی نیمه بگرفت و رفت از میان. آمد گفت که درفش از در بیژن گیو نیست، یعنی در واقع بیژن لیاقت
داشتن پرچم رو نداره، مرا شاه داد این درفش سپاه، من پروانه از شاه گرفتم به تو پرچم نمیدم. پرچم دستش بود، یکی تیغ بگرفت بیژن درفش، بزد ناگهان بر میان درفش، به دو نیمه کرد اختر کاویان، یکی نیمه بگرفت و رفت از میان. یعنی اون قسمت پایینش که دستش بود تو دست فریبرز بود، از بالا که بیژن زده بود به شمشیر که بقیه پرچم بود و هیبت و هیئت پرچم، بیژن روی هوا گرفت و به سمت سپاه ایران حرکت کرد. چه میزان وقت داریم امیر جان؟ یک دقیقه هم خوبه. به دو نیمه کرد اختر کاویان، یکی نیمه بگرفت و رفت از میان. بیامد که آرد به نزد سپاه، چو ترکان بدیدند اختر برا. بله، یکی شیر در لشکری جنگ جوی، همه سوی بیژن نهادند روی. سپاه دشمن وقتی دید که پرچم داره میاد، گفتن اگه این پرچم برسه به دست ایرانیان، اینا دلیریشون و شهامتشون جان نثاریشون ده ها برابر میشه، بهتره که ما این پرچم رو ما از دست این بیژن بگیریم و این پرچم به پهلوانان نرسد. بله، یکی شیرزر لشکری جنگ جوی، همه سوی بیژن نهادن روی. کشیدند کوپال و تیغ بنفش، به پیکار اون کاویانی درفش. چنین گفت هومان که اون اختر است، که نیروی ایران بدو اندر است. هومان که فرمانده سپاه بود زیر دست پیران، گفت اون پدیده که میبینین اون پرچم است، پرچم کاویان است که نیروی ایرانیان و شجاعت و دلیریشون بستگی به این پرچم است. درفش بعد اینجا درفش بنفش هر به چنگ آوریم، جهان بر دل شاه تنگ آوریم. گوه اگه ما بتوانیم این پرچم رو از بیژن بگیریم، دنیا رو بر کیخسرو سیاه کردیم. این طرز بیان در حوزه در واقع حماسه از قلم هیچ شاعری واقعا صادر نشده است، این توصیف ها و این گونه به هم پیوستگی اشعار و این تجسم معانی هیچ کس نتوانسته است چنین کاری را انجام بدهد جز حکیم فردوسی. از شما سپاسگزارم، از امیر عزیزم در اتاق فرمان و شما بزرگواران برادران در هر جا که هستید درود میفرستم به شما. ما بایستی برای آزادی ایران بکوشیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.